خبر مهمی که سردار حاجی زاده دادن امروز، ایران صاحب موشک هایپرسونیک شد دوستان عزیز. اتفاقی بس بزرگ. این خلش همیشه در ایران احساس میشد. همچنین شبکه سحر بعد از اینکه اون گراز دماغ اعلام علیف رجزخانی کرده بود، زر زده بود، یه برنامه گذاشت گل کاشت. حالتون خوب میکنه دوستان عزیز. همچنین یحیی رحیم صفوی، سردار یحیی رحیم صفوی اعلام کردن که کشورهای منطقه باید بین امنیتشون و شبکه‌های تلویزیونشون یکی رو انتخاب کنن دوستان عزیز. و خبرهای بسیار خوب برای ایران عزیز و خبرهای بسیار دردآور برای دشمنان ایران زمین. همچنین اعلام شد یکی از مزدوران شبکه تروریستی سعود اینترنشنال هم بازداشت شد دوستان عزیز. گفتیم که این شبکه تروریستی اعلام شده. سلام ایرانیان، سلام ایرانیان ساکن بادکوبه و نخجوان، سلام تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، سرتاسر جهان. دوستان عزیز، قبل اینکه شروع کنیم، من از شما یاران عزیز درخواست کمک داریم. آقا این کلیک بزن، کلیک. حالا ما تو لوری میگیم کلیک یعنی انگشت، حالا نمیدونم اینم به معنای نمیدونم انگشت چیه، پسندیدن، لایک، کامنت. کامنت تو انگلیسی تا برنامه ما بازدیدش بره بالا و بقیه ایرانیان هم ببینن. آقا ما توی یک جنگ رسانه‌ای قرار داریم خدا وکیلی. حتی اگر ممکنه با خیلی از صحبت‌های من موافق نباشید، ولی ما باید صدامونو به گوش ایرانیانی که زیر بمباران رسانه‌ای رسانه‌های تروریستی قرار دارن، ما باید اون خرمشارا رو پس بگیریم. ما باید هموطنانمون رو نجات بدیم، آزادش کنیم از این قید نمیدونم افکار اشتباه، با اون اطلاعات غلط، با دروغ روی ذهن ایرانیان، افکار ایرانیان تأثیر گذاشتن. ما باید ایرانیان از این بند و اسارت ذهنی نجات بدیم دوستان عزیز. خب حالا بریم سراغ برنامه. خدا وکیلی من اینقدر منتظری خبر بودم، اینقدر خوشحالم امروز که بچم که به دنیا اومد، من خوشحال نیستم بند از امروز. سردار حاجی زاده اعلام کردن که ما برای اولین بار صاحب موشک هایپرسونیک یعنی ابر فراسود دوستان عزیز. بالا 20 ماه 25 ماه این موشک سرعت داره و هیچ سیستم پدافندی پاتریوت تا اینا اصلا نمیتونه در مخواه. اینا مثلا واسه موشک های با سرعت 4 ماه 5 ماه 7 ماه نهایتا، ولی وقتی موشک هایپرسونیک رسید به 20 ماه یعنی 20 برابر سرعت صوت، که این هر پدافند اینو فشل میکنه. لازم یادآوری است که آمریکا توی سالا هر کاری کرد در زمینه موشک‌های هایپرسونیک به موفقیت برسه، برنامه‌شون تماما شکست خورد. البته روسا در این زمینه برنامه موشک‌های پیشرفته دارن در زمینه هایپرسونیک. ما سرانجام به این رسیدیم دوستان عزیز. ببین دوستان، موشک هایپرسونیک، خب دیگه موشک‌های متعارف یا موشک‌های ما یه بقول موتور داره، یه بدنه سوخت پرتاب میشه. موشک هایپرسونیک به چه شکله؟ البته اینم بگم، ما اینا به وسیله موتورهای رمجت یا اسکرمجت، ما موشک رمجت و یعنی موتور رمجت رو ما فکر کنم 94 95 بود که مرشد هم از دستاوردهای دفاعی که بازدید کردن، ما همون موقع موتور رمجت رو ساختیم دوستان عزیز. خاک تو سر زیبا کلام زیر مشکلو برو گوش بذار. خب این موتور رمجت چطوریه دوستان، چطور کار میکنه؟ یا اسکرمجت تفاوتایی با رمجت داره؟ ولی همون یه خانواده است. ببین اینا دینام نداره، یعنی محفظه احتراق واسه ایجاد تراکم نداره. پس چطور کار میکنه؟ وقتی موشک سرعتش رسید به 2000 کیلومتر 3000 کیلومتر، در اثر این فشار هوایی که حرکت موشک سرعت موشک ایجاد میکنه، این تراکمه ایجاد میشه. یعنی یک موشک ثانویه است دوستان، یه موتور ثانویه است این رمجت یا اسکرمجت. این وقتی که موشک سرعتش زیاد شد، اون فشار هوا ناشی از سرعت موشک ایجاد تراکم میکنه، موتور رمجت یا اسکرمجت روشن میشه. بعد دیگه سرعت میره رو هزار خیلی. خب دوستان عزیز، وقتی تازه گفتن این قابل مانور پذیری ها، این موشک هایپرسونیکی که ایران ساخته و میگه میتونه تغییر مسیر بده، اون همه سرعت وحشتناکی که داره، وای چقدر ما باید تو علوم مختلف چه آلیاژی به کار بره که در اثر این سرعت ذوب نشه، نمیدونم خود موشک منفجر نشه. وای وای دوستان عزیز، بپذیریم ایران
قدرتمنده و درود باید بفرستیم به فرزندان ایران زمین که ببین هر روز یه خبر خوش، هر روز یه دستاورد، هر روز یه کار بزرگ. ببینیم صحبت‌های سردار حاجی‌زاده، مردی از دیار پهلوانان، قهرمانان، از دیار رستم دستان، از دیار آریو برزن، از سرزمین سردار سلیمانی، هرانی مقدم، حسن باقری، صیاد شیرازی، شهید شیرودی و بقیه پهلوانان و قهرمانان ایران زمین. امید خدا عمرشم طولانی باد که ایران عزیز ما بدطوری به این دلاوران، به این قهرمانان نیاز داره. فیلمشو میذارم دوستان عزیز، کیف کنیم با صحبت‌های ایشون. این یک افتخار بزرگی دوستان. اسکرام جت هایپرسونیک ترکیه هنوز مونده تو موشک ها داره خودم کار موشک های 2300 کیلومتر. ما امروز بعد از روسیه میتونیم بگیم دومین کشور، حالا چین هم کارهایی کرده ولی سردار حاجی‌زاده میگه ما ساختیم موفقیت آمیز. اون نوک کوه یخه بودا، اون پرقالی بودا، خرد کپوت تاج زاده زیر مشکلو. خاک تو سرت حجاریان. این حجاریان هم با لیست باید اضافه کنیم دوستان عزیز. خب بریم صحبت های این دلاور عزیز، این پیاخو طایفه، سردار حاجی‌زاده عزیز. ببینیم، گوش بدیم، کیف کنیم. کار کنیم تو ایران. خب سالیان سال هست که در سایه تحریم های ظالمانه و سخت‌ترین واقعا تحریم های تاریخ بشریت کارهامون رو در حوزه هوافضا داریم به پیش می‌بریم و امروز این خبر مهم و خوشحال کننده به ملت شریف ایران هم در همین مجلس شریف شهید مقدم و شهدای نیروی هوافضا تقدیم بکنم. ما به لطف الهی موفق شدیم به موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته که قادر است در فضایی که مهمترین و پیشرفته ترین سامانه های سپر دفاع موشکی وجود داره از اونها عبور بکنه و همون سامانه ها رو در واقع سامانه های سپر موشکی رو که جز مهمترین ارکان دفاعی دشمن میتونه باشه اونها رو مورد هدف قرار بده. و این سامانه دارای سرعت بسیار بسیار بالایی است و مانورپذیری در جو و بیرون جو رو داره، یعنی هم سامانه فدافندی که در داخل جو دفاع میکنن و هم سامانه فوق العاده گران قیمتی که در بیرون جو مقابله میکنن با موشک‌ها. این موشک جدید جمهوری اسلامی ایران از همه اونها عبور میکنه و فکر نمیکنم تا ده ها سال بعدم هیچ فناوری پیدا بشه که بتونه با این موشک مقابله بکنه. و مهمتر از این، هر هدفی رو که انتخاب کردیم به ویژه سامانه های سپر دفاع موشکی دشمن رو مورد هدف قرار بده و این یک موفقیت بزرگ و یک جهش نسلی در حوزه موشک ها هست که انشالله به امنیت کشور ما حتما اضافه خواهد کرد. ببین دوستان عزیز، همیشه کروزها رو هایپرسونیک کرد که الان معمولا کروزا سابسونیکن ها، کروزا یعنی زیر سوتن یا هلوش سوتن و اینا اصلا وحشتناک میشه دوستان عزیز. اصلا من مطمئنم دشمنان ایران زمین و رژیم جعلی بعد از صحبتهای سردار حاجی‌زاده عزیز خواب راحت نداره. نتانیاهو بیبی نتانیاهو زیر مشکلون. هر دستاورد ایران اونا رو به وحشت میاندازه دوستان عزیز، اونا رو ذلیل و زبون میکنه. و حالا با جنگ رسانه‌ای دیدم این تران علی دوستی زیر مشکلون اومده کشف حجاب کرده، جنجین نمیدونم چیه، جنجینا ازادی دیگه، نهایتش خودت پاره کن، خودت لخ کن مثل گل شیفته، خودت بدران، تای کارتون همینه که. خاک دوزر زیبا کلام حسن گمال. با این کارا پری بلنده بشی، چه میدونم هر چی بشی همینی، یعنی
یاد برره افتادم، گفت چون نشده بخش بریم شیشه خونه خودمون رو بشکنیم. حالا اینا دوستان عزیز میخوان اعتراض کنن، شرد بر خودشون میدازن. بابا این تنره قدر انگولک نکنید که لام از سبا. چی میخواید جور خودتون؟ اینا با خودشون مشکل دارن دوستان عزیز. خب اما بریم صحبت های فرمانده نیرو زمینی ارتش. وای وای این دلاور، این یل، این پهلوان علی کریمی. ارتش به ملت به پیمان چقل، نه بتونه زیرسلی دوپیلی بی ارزش که پیجشو در اختیار دشمنان ایران زمین میذاره بیاد با شما، یا مشتی دل سیما ثابت. کومیکای بی اخلاق بی شخصیت. خب چی گفته این قهرمان، این پهلوان؟ یعنی دلاوری و قهرمان پهلوانی از صورتشون میباره این یلان ما، این پیایون خوتایفه، پیایون دیاری، نه این زیر مشکلونه بخنداز شوزه کوزپت دل پولی نجات مریم سرهر. خدا وکیلی یه آدم سالم، آدم کاملی توشون میبینی، یه آدمی که آقا نشتی نداشته باشه، ضعف آقا بشه روش حساب کرد، میگه دیگه این بوی از پیایی میده، مردی میده. اون شیر چی بود، شیرین عبادی، نوبل بگیر هدیه میکنن، یعنی به خائنین هم جایزه میدن دوستان عزیز. همجنسگرا، اون شادی صد همجنسگرا پارتنرش که شادی امین، وای سلیته ها و دگوری هایی که به همدیگه هم رحم نمی کنن دوستان عزیز. بقیهشون هم همین، بقیهشون هم این شورای ملی شوزده، این شوزده درست کرده بود، بعد شبکه اندیشه هم اون مجری هم اومد واسه شون کمک مالی 500 هزار دلار کمک مالی هم جمع کرد. خلاصه این اون پیرزاده و خانم نزیلا گلستان هم منصوبین شوزده بودن واسه امور مالی و چه میدونم تشکیلاتی شورای ملی. نازیلا گلستان رفت خونه خرید، آپارتمانی با اون پولا، بخشی از پولا. اون پیرزاده هم رفت ماشین مدل بالای صفر خرید و قشون هم شزده هاپولی هاپو کرد و بعد این پروژه رو کنار گذاشتن. شورا منحل بریم ققنوس، ققنوس منحل بریم فرشگر، فرین نون دنیا دیگه. تا گوساله هایی مثل محمد منجل و محمد عره و چه میدونم اینا هستن، ایرانیان هم تو گوشبری، برخی از ایرانیان تو گوشبری. دوستان عزیز ببینید، مخ ایرانی اگر سر جای خودش با عرق وطن پرستی و ایمان قاطی بشه، موشک هایپرسونیک پهپاد میسازه، ولی بره تو کار خلاف و دزدی و اینا، اونجا هم یه گوشبر و یه دزد و یه کلاهبردار حسابی میشن دوستان عزیز. این براندازان بیشتر از اون سیغن دوستان عزیز، بالاخره یاد گرفتن نوندونی رو، پروژه بگیرن. آقای وزارت خارجه آمریکا، من پروژه نمیدونم برداشتن روسری رو دارم. خب یه چهار نفر پول میدن تو ایران، روسریان رو بردار، یا با وعده های دروغین تو زمین های مختلف هم همینه. من پروژه بگیرم، ما میخوایم نمیدونم جنگ مسلحانه کنیم با جمهوری اسلامی، مریم سرهر، نمیدونم رودی جولیانی و نمیدونم جان بولف، یه هرچی مشنگ دیوونه قپولی به قول ما لوری میشه قپولی. میدونم دوستان چی میگم اینا. خب بریم سراغ فرمانده نیروی زمینی ارتش. اگر امروز آنطور که جامعه انقلابی مطالبه میکند با افرادی که بازیچه شدند برخورده میشود، اراده فرمانده کل قواست. مرشد هنوز لبتر نکرده، هنوز اشاره نکرده. مردانی هستن اینجا، وقتی که مرشد اشاره‌ای بکنه کارهای بزرگ انجام بزن، دشمنان ایران زمین آچمس بکنن، شکست بیاندازن در اردوگاه دشمن. داره مدارا میکنه، شاید از راه خطا برگشتن. بالاخره مرشد هم اینطور فکر میکنه که اینا فرزندان منه، حالا دارن اشتباه میرن. با عنوان نگاه پدرانه، یه پدر ممکن بچه تخسی هم داشته باشه، بی تربیت، احترام پدر مادر شده داشته باشه، ولی خب پدر مادر میگن بخه بچه مونه دوستش داریم. مرشد ما همچین نگاهی داره به
حتی با این اوباش، با این اونایی که مغزشون اجاره دادن به سود اینترنشنال. خب کیومرث ایدری فرمانده نیروزمینی ارتش، امروز جمهوری اسلامی در کله اقتدار دفاعی امنیتی و سیاسی ایستاده است و دشمنان این را بر نمیتابند. وای وای این موشک هایپرسونیک بچه ها نمیدونین چه تحولی ایجاد میکنه. آقا دارن تو رسانه های غرب یه طوری حرف میزنن که ما میتونستیم روسیه رو شکست بدیم ولی سلاح های ایرانی پهپادها و موشکاش باعث شکست ما شد میشن در اوکراین. آقا خدا وکیلی اگر اون ایرانی به این همه افتخارات احساس غرور نکنه حتما با مادرش صحبتی بکنه. گفت تو جنگ جهانی اول برخی از من به مرتب میگم برخی از ایرانیان باعث شکست شدن در تو. انگلیسی ها اومدن این فئودال ها خوانین زمینداران طماع ایرانی ها گندم بازار رو میخریدن حالا کمی پول بیشتر. مردم عادی بیچاره پول نداشتن، گرون شده بود، نمیتونستن گندم بخرن. نیمی از جمعیت ایران بین 3 تا 8 میلیون ایرانی تلف شدن، از بین رفتن. اونایی که زنده موندن اکثرا به آدمخوری و حیوانات گوشت سگ و گربه و این چیزا دوستان عزیز رسیده بودن. به این خپله، این بیارزش، این احمد شاه قاجار گفتن بابا از اندوخته گندم سلطنتی داشت، سلطنتی هم زمین های مال دربار بودن، زارع داشت، دهقان داشت، یک مقداری ازشون ارزونتر به بازار بدیم. و من 100 سالی کار رو نمی کنم، را چی ارزونتر بدم به ایرانیان؟ شاه مملکت ها، اون از خوانین مملکت که خیانت هایی کردن، یعنی همیشه اجانب به کمک ایرانیان اومدن ضربه زدن به ایران زمین. باورتون میشه دوستان عزیز؟ آقا این توف سر بالاست. آقا ما همینطور که دلاوران مثل اینجور پهلوانان داشتیم، خائنین هم بسیار داشتیم متاسفانه که خوشرقصی کردن واسه بیگانگان، در پازل بیگانگان بازی کردن، اسیر شهوت مال دنیا، حسادت که تو ایرانیان یه مؤلفه بسیار قدرتمند، این حسادت باعث کور شدن چشم بسیاری از ایرانیان میشه، یعنی حاضرن قیصریه رو به خاطر یک دستمال آتیش بزنن. ما لوری مثل داریم میگه براری ده غصه براری من نمک حق مرد، میگه برادر از غصه برادر، از موفقیت برادر یا از دست برادر یه من نمک خود مرد، یعنی حاضرن اون من نمک بخورن از غصه که برادرش به جایی برسه. ما همچین مثلا طرف فامیلش به جایی رسیده، به جایی که این خوشحال بشیم از موفقیت، نه ناراحت بشیم، حسادت خفمون میکنه دوستان عزیز. متاسفانه حسادت یه امر بسیار قویه در مناسبات بین ایرانیان دوستان عزیز. خب اگر امروز آنطور که جامعه انقلابی مطالبه میکند با این افراد برخورد میشود، اراده فرمانده کل قواست و روزی که فرمان برخورد صادر کنند قطعا جایی در این کشور نخواهند داشت. درود به شرفت دلاور پهلوان قهرمان کیومرث ایدری. خب گفتیم که خبری اومد در مورد سعود اینترنشنال، گفتیم که یک شبکه تروریستی از سوی وزارت اطلاعات شناخته شد و از این به بعد هر گونه همکاری ارسال خبر با این شبکه به معنای همکاری با یک گروه تروریستیه، یک شبکه تروریستی ضد ملی و به معنای خیانت حق برخورد قضایی. حالا چی شده؟ الهام افکاری، یکی از عوامل اصلی شبکه تروریستی سعود اینترنشنال در ایران، حین فرار از مرز توسط سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات دستگیر شد. دمتون گرم، درود به شرفتون. بذار این موشهای کثیف رو در بند کنیم. الان یه میگه من منظورم با خسنی، معذرت خواهی میکنم منظورم شما نبودید. خب البته اینا قبل اینکه سبزی پلو با ماهی بخورن اون چیزو هم میخورن و غلط کردن میفتن دوستان عزیز. اما شبکه سر آقا کولاک کرد. آقا این گرازدماغ الهام علیف چند روز پیش گفت اون همسایگانی که نزدیکی مرزهای ما مانوف برگزار میکنن، ما از اونا نمیترسیم، نمیتونن ما رو بترسونن، برو زیر مشگلو. تا دیروز توی قمارخونه ها و کازینوهای آمریکا بودی، حالا خیلی پخی هستی. اگر ما نبودیم تو جنگ قره‌باغ اول ارمنی‌ها سر از باکو در می آوردن،
دوباره باید پر. ولی خب شما هم پدرت هم خودت آدم های بیچشم رو بیصفتی هستی. و ما از این به بعد تو برنامه اون ابتدا سلام میکنیم به همشریانمون در بادکوبه و نخجوان، اینا رو ما بر میگردونیم. ما از زیر ننگ قرارداد ترکمنچای و گلستان خارج میشیم، من اینه به شما قول میدم. اما شبکه سحر اومد کولا کرد. وای 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 دوستان عزیز، این شبکه دمش گرم، درود به شرف، یعنی جواب اون گراز دماغ رو داد. این اون یه مشتی چقل تجزیه طلب زیر مشکلون هم بردن اونجا و خیانت، خیال میکنن اونا پخی هن. اونا یه پخ بهشون بکنی خودشون خراب میکنن، میتونن از این غلط ها بکنن. حالا بریم شبکه سحر ببین چی گفته. دوستان از این لذت ببینید، حالتون خوش میشه، کیف میکنید. به نام خداوند بخشنده مهربان، به خاک ازلی و ابدی ایران، از شمال ایران باکو، گنجه تا جنوب یعنی زاهدان و اهواز، یعنی باکو اینا خاک ایران هن. پس چون میگیریم این استانداری و این روزها مخصوصا به برادران و خواهران خودمان در نخجوان با جان دل سلام میفرستیم. برارون خودمونن ورگردن انشالله میان زیر چتر ایران زمین. خب ادامهش، من اصل فیلم رو میذارم دیگه، حالا دوستانی که آذری هن خونان بلدن. ما با این شعر زیبا از شاعر بزرگمان حکیم نظامی گنجوی از کشوری که پرورشش داد با نام ایران به شما سلام میفرستم. درود 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 ماشاءالله. شاعران بزرگمان به نام فردوسی بزرگ، نظامی گنجوی، خاقانی شروانی، شروان خب هم خاقان شروان هم بخشی از چیز بوده، همین آران بوده، حافظ، سعدی، از زمان همه اینها از پایتخت کشورمان تهران به شما سلام میفرستم. سلام باکو، سلام مردم نخجوان، هموطنان، از سواحل خزر تا سواحل نیلگون خلیج فارس، در هر کجای کشورمان که هستید سلام بر شما، درود خدا بر شما. از طرف شهروندان کشور خودمان هم به تمام عزیزان، چه آنهایی که در طول تاریخ از جاهای مختلف با ایران بودن، در جاهای مختلف با ایران بودن، میاریمشون و دلشان و ریشه هایشان از ایران است. شکی و شیروان و بادکوبه و تمام هموطنان تاریخی که در این مناطق هستند، هموطنان تاریخی، به تمام کسانی که در طول تاریخ با ما یک زبان بودن سلام میفرستم. درود به شرفت. علیک علیک علیک. خب دم شبکه سحر گرم، جواب های هویه. آقا این مردم میخوان بپیوندن به ایران، بدبختن بیچارن. این گراز دماغ فاسد الدنگ یا پولا رو میبره خرج خودشون میکنه، نمیدونم خاندان خانواده دزد و برادر رو، نمیدونم توله هاشون تو این کشورهای دیگه. از مردم بیچاره بادکوبه خو اصلا دوستانی که ارتباطایی دارن میدونن که چقدر بیچاره ان، میرن فلگی، نمیدونم به روسیه، به این کشور اون یه پولی میفرستن برای خانواده هاشون، خیلی بیچاره ان دوستان. نخجوان که اصلا گفتن نداره، دل مادر بگریت. آقای جمهوری اسلامی، ما الان که توی لحظه ایستادیم قدرتمندی، هر روز هم داره برای قدرت افزوده میشه. آقا دیگه باید این سرزمینا، آقا ما دیدیم بچه هامون بوده، مثل بچه از مادر جدا شده، اینا باید برگردن به این مام میهن، اینا باید دوباره بپیوندن و انشالله میگیریم. اما سردار صفوی، یحیی رئیم صفوی چی گفته؟ گفته کشورهای حاشیه خلیج فارس بین امنیت و رسانه‌هایشان یکی را انتخاب کنند. یک من احساس می‌کنم یک بحثی در سران نظام هست که آقای قالیباف چند روز پیش اینو هم مطرح کرد. ایشون البته یک گروه نظامیان ما میگه ما باید جواب سعودی رو با حمله نظامی بدیم. یعنی یه ذره چشم نظامی ازش بگیریم. فعلا سیاستمدارانی مثل قالیباف و کلاً سیاسیون فعلا تا حالا مقاومت کردنه در مقابل این پیشنهاد که ما بیاییم، پیشنهاد نظامیان که ما بیاییم هزینه این کارها رو، این به قول معروف شالتاق بازی های محمد منجل، بیاییم بالا ببریم و با یک ضرب شست نظامی اونو بنشونیم سر جاش و این دکون تعطیل بکنه. دوستان عزیز، فعلا همچین بحثی از فعلا سیاسیون سردار سلاس پیاخو طایفه خو نیستش بیاد اینا رو یک کاسه بکنه، چه میدان چه دیپلماسی رو یکی بکنه. ما الان فقدان دلاور ما سردار سلیمانی احساس میشه. دوستان عزیز، یه نوع بی تصمیمی، یه نوع چطور بگم، یکی که بیاد همه رو یک کاسه بکنه، یعنی
سردار سلیمانی در این حال که سردار بود در این حال یک دیپلمات خیلی قدرتمند بود و اون میتونست حرف آخر رو بزنه و فعلا دارن این دست اون دست میکنن، وگرنه اون بیرق سرخ که بالا رفت توی حرم شاچرا به معنای انتقام بود. فعلا گویا سیاسیون دارن مقاومت میکنن. خب یحیی رحیم صفوی میگه البته ایشون دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا برخی کشورهای بدبخت حاشیه جنوبی خلیج فارس که حاضر نیستم نام آنها را ببرم، گاو شیردن، زیر مشگلونن، زیر سریان، بعد آویزونن، بیچارن، دردمندم، من یعنی خیلی خرابن. خب باید بین رسانه هایشان و امنیتشان یکی را انتخاب کنند و بدانند اگر در ایران دخالت کنند تاوان آن را میپردازند. به آنها میگویم شما کشورهای ضعیف، حقیر، نحیف، بیچاره هستید و بدانید این ضعیف بعدش من اضافه کردم دوستان عزیز، و بدانید آمریکایی‌ها در مواقع خطر از شما حمایت نمی‌کنند، همونطوری که از شاه ایران حمایت نکردند، از خیلی کسان حمایت نکردند، از حسنی مبارک، از بن علی، از نمیدونم خیلی کسایی دیگه دوستان عزیز. در هر صورت هر روز دارن هزینه واسه این محمد منجل و مزدوران محمد منجل و چقلهای محمد منجل دارن بالا میبرن دوستان عزیز. دیگه دوران خیانت و نمیدونم. اما بگیم یک کمی هم بخندیم به حال زار اروپایی‌ها. اعتراضات در لهستان هنوز زمستون نرسیده، ماه دوم پاییزه شروع شد. ببینید فیلمو دوستان عزیز، این اعتراضات لهستان، کار نمیدونم این کارخونه ها تحتی بیچاره. ببینید پلیس مهربان یه تحلیلگر و پیشگوی برجسته آمریکایی مارتین آرمسترانگ ایالات متحده پس از سال 2032 یعنی 2032 وجود نخواهد داشت. با امید خدا، با امید پنجتن و حق اون خونهایی که بیگناهی که ریخته شد توسط این حکومت ظالم ستمگر، با یعنی اون همه جنایتی که در طول تاریخ اینا انجام دادن، این اتفاق میفته. خب مارتین آرمسترانگ هشدار داده است که ممکن است در سال 2024 انتخاباتی برگزار نشود و به دلیل تحولات اجتماعی و فروپاشی مالی آمریکا پس از 2032 وجود نخواهد داشت. آرمسترانگ پیش از این رویدادهای بسیاری از جمله بحران 2008 را پیش بینی کرده بود. به گفته وی احتمال زیادی وجود دارد که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به دلیل فساد و تقلب بی‌رویه به هیچ وجه برگزار نشود. این ترامپ هم گفت که ما هیچ تضمینی وجود نداره آمریکا تا 2 سال دیگه هم باقی بمونه. یعنی خود آمریکایی‌ها هم به این جنبندی رسیدن، اما زیر مشکلونای ایرانی فارسی زبان مثل زیبا کلام، خاک تو سرت، مثل حسن گمال، مثل نمیدونم خاتمی قرشمال، نمیدونم حجاریان ها، اینا هنی به این نتیجه نرسیدن دوستان. ایرانیان در طبیعت از فرهنگ بیگانه به افراد میرون. وای وای، خب این ادو ادفارایی که بعضی از ایرانیان در میارن خیلی حال به هم زنه. بعضی از ایرانیان غربگرا کاسلیس، این یاد چیزی افتادم، این چارلز دستپاچلوف بابای بسیاری از تیم لندنیا خائنین، این ملکه ما میگفت، ملکه سر، این سرهر ما، ملکه سرهر ما، هونه درمو، هر زنی که میگه باعث به قولم بدبختی شعرش بشه ما بهش میگیم هونه درمو. این هونه درمو میگفت در جشن 2500 ساله، گفت این چارلز دست واچلوف گفت قاشقای پذیرایی که طلا بودن گفت میدوزین میذاشت تو جیبش ناکس. انگلیسی ها از قدیم دوزدن دوستان عزیز، مواظب باشید مهمون انگلیسی اومد واسهتون وسایل خونه رو ندوزدن دوستان عزیز. بعد دیگه چی گفته؟ میگه همچنین ممکن است هیچ یک از طرفین شکست را نپذیرند. شبیه سازی های کامپیوتری ناآرامی های داخلی در ایالات متحده در سال آینده را پیش می‌برد. ایالات متحده پس از خب دیگه چیز جدیده، میگه پس از سال‌های 2028 و 2029 ما باید دولت را از ابتدا بازسازی کنیم. هشدار میدم آمریکا در حال فروپاشی میباشد. به حق علی، اولاد علی، به حق تمامی مظلومی که در جنگ جهانی اول، در انفجارهای اتمی، در ویتنام، در عراق، لیبی، در افغانستان توسط این کثافت‌های جانی، آدم‌های بی‌رحم، سرخپوستان بیچاره آمریکا که پوستای سرشون رو میفروختن،
اما در مورد تاجیکستان عزیزم سرلشکر باقری میگه که آقا یکی از مقامات قرقیز اومده گفته آقا این پهپاد ها شما هنر مونن بدبختمون میکنن، آقا پهپاد میدید به تاجیکستان، خب ما دعوا داریم با تاجیکستان. حالا به نوعی هم چون قرقیزستان هم عضو پیمان شانگهای، ببینید هر کس کشوری که عضو پیمان میشه مثلا عربستان درخواست پیوستن به شانگهای داره، بعد تمامی اعضا موافقت کنن، تمامی اعضا مشا نیست مثلا به قول معروف رأی اکثریت، نه 100 سال نمیذاریم سعودی بیاد، باید باج بده، اگر بیاد باید باج کلان بده. دوستان از ما خیلی مؤلفه قدرت داریم تو حوزه‌های مختلف بر سر این محمد منجل. خب سرلشکر باقری رئیس ستادکل مسلح نیروهای ایران با جنرال باکتی بیک بولاتوف وزیر دفاع قرقیزستان در مورد مسائل مختلف تلفنی صحبت کرد. سرلشکر باقری در این گفتگو باشر به نگاه ویژه دولت جدید جمهوری اسلامی در ارتقاء سطح همکاری با کشورهای همسایه و منطقه آسیای مرکزی اظهار داشت. با توجه به تعادل خوبی که بین دو کشور جمهوری اسلامی و قرقیزستان وجود دارد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای توسعه همکاری دفاعی در ابعاد مختلف آموزشی، عملیاتی و اطلاعاتی اعلام می‌کند. وی در ادامه با قدانی از رأی مثبت دولت جمهوری قرقیزستان در خصوص پیوستن جمهوری اسلامی به پیمان شانگهای گفت: با توجه به اختلافات و درگیری مرزی در ماه سپتامبر بین قرقیزستان و تاجیکستان، جمهوری اسلامی همواره آمادگی خود را برای هر گونه کمک به منظور حل مسالمت آمیز و جلوگیری از هر گونه درگیری اعلام می‌کند. سرلشکر باقری به موضوع ارسال پهپادهای ایران به کشور تاجیکستان خاطر نشان کرد. می‌دونم وحشت دارن از پهپادهای ایران. هر کشوری به پهپادهای ایران برسه مثل اتیوپی، تا قبل از اینکه به پهپادهای ایران برسه اون تیاگراها در حال پیروزی بودن، اونا با صهیونیست‌ها خودشون از نسل نمیام سلیمان نبی میدونم با صهیونیست‌ها نزدیکن، اونا در حال پیشروی بودن. پهپادهای ایران موازنه جنگ رو برهم زدن به نفع نیروهای نزدیک به ایران مثل جنگ اوکراین و چیزهای دیگه، و حالا خواسته آروم بکنه دیگه. پهپادهای ابابیل آقا رزمی نیستن، در صورتی که ابابیل دو ورژن جدید رزمی هم هست، ولی میگم تعارفات دیپلماتیک دیگه. و پهپادهای ابابیل دو صرفا داره قابلیت شناسایی میباشند و این گونه پهپادها مجهز به تسلیحات و تجهیزات تهاجمی نمیباشند و در درگیری مرزی بین قرقیزستان با کشور تاجیکستان نیروهای مسلح ایران همواره در خصوص عدم استفاده از آنها در مناقشه بین دو کشور تاکید کردند. اون طرف هم میگه که ما اطلاعات خوبی از صنعت دفاعی جمهوری اسلامی داریم. اون طرف قرقیزی میگه وزارت دفاع قرقیزستان آمادگی خود را برای هر گونه همکاری دفاعی نظامی، آقا کشورها آجر گذاشتن تو صف بیان تسلیحات ایرانی را بخرن. دوستان عزیز برنامه ما هم طولانی شد، باید دیگه جنبندی کن، باید دیگه پایان بدیم و بریم سراغ قسمت آخر. ایرانیان عزیز خدا وکیلی میبینید که ایران شتابان داره به سمت فر و اقتدار میده. دشمنان ایران زارتر، ذلیلتر، بیچارتر، زبونتر، دربدرتر، لرزانتر در زیر سرما، گرسنگی، اما ایران شتابان داره به سمت فر و اقتدار میره و مانند بلدوزر موانع هم از سر را بر میداره. آقا برید کنار، زیر دست پا له نشید، شرتون بیاد گردنمون. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.